ببینید، ما با در طول تاریخ در این بزنگاه های قضاوت های تاریخی و رویکرد های تاریخی همیشه با یه دوگانه هایی مواجه هستیم که ناشی از افراط و تفریطه. یعنی یکی از این دوگانه ها اینه که ما یک کشوری هستیم که همه چی تموم هستیم، از جهت منابع، از جهت نیروی انسانی، از جهت متخصص، از جهت قدرت خدادادی و از جهت استعداد و همه چی سرآمد دنیا هستیم، اشرف مخلوقات هستیم، بقیه دنیا هم عددی نیستند و ما هم هر آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، ما خودمون همه چی داریم و اساسا نیازی به انتقال دانش و تجربه کشور دیگه که از ما جلوتر هستند یا خیال میکنند از ما جلوتر هستند نداریم. این یه نگاهه. نگاه مقابلش هم نگاهی که ما هیچی نداریم، هیچی نیستیم، به تعبیر آقای تغییرزاده که البته بعدا خودش بازنگری کرد درش، از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی بشیم، اگه میخوام آدم باشیم باید فرنگی بشیم، هر چی که میخوام باید از قد بگیریم. ما هیچی تو دنیا نداریم، دستاوردی نداریم و اساسا ما به طور کلی هیچ جایگاهی در دنیا نداریم. این دوتا نگاه متنافر همیشه مورد آزار ما شده. یعنی شما با هر کدوم از صاحبان این دو دیدگاه، اونایی که ما رو مدیون و وابسته به آویزون غرب میدونن و اونایی که ما رو اساسا بی نیاز از غرب میدونن، در تقابل با همان و هر دو اینها به نوعی مانع توسعه شدن. ما در کشورمون هنوز جرأت نداریم بگیم که تو بعضی موارد فنی، تکنولوژی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی ما مواردی وجود داره که ما اساسا ازش پرتیم و جایگاهی نداریم توش، ولی می توانیم با دنیا تعامل داشته باشیم، تعامل فرهنگی و سیاسی اینا رو یاد بگیریم، در دراز مدت ما هم کسی بشیم. زمین که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به طور کامل مستقیم و بی نیاز از کشورهای دیگه باشه. حتی امریکا و روسیه و نام چین و یه جای دیگه هم هیچ کدوم، یا اروپا، هیچ کدوم بی نیاز از دیگر کشورها نیستن. در همین بریتانیا، کشوری که مهد بانکداری و پول، مسائل پولی و بیمه دنیا هست، برای یک دهه در سالهای اخیر رئیس بانک مرکزی بریتانیا آقای دیوید کارنی کانادایی بود. من نشیدم کسی بیاد بگه این توهین به ما شده، به شرف ملی و ناموس و غیرت ملی لکه‌دار شده که در کشوری که مهد بانکداری دنیا رئیس بانک مرکزیش کاناداییه. من نمیگم حالا در این حد مثلا ایران بخواد مثلا تغییر بکنه، ولی واقعیت اینه که ما تصوری داریم، یک تصور نادرستی از غرب ستیزی داریم یا از شرق ستیزی، هر دوش البته، که اساسا هر کسی که صحبت از تخصص و دانش دیگران میکنه بنابراین مزدوره، و برعکس هم از طرف دیگه تصوری که ما هر کشورهای پیشرفته دنیا آنچه که دارن به ما بدن باید بدن بدون توقع مادی و معنوی و توقع امتیاز گرفتن، یعنی یه طرفه باشه. این نگاه نگاهی که از اول دوره قاجاری وجود داشته و ما کشور خارجی رو به عنوان یک کشوری دونستیم که اگر به عنوان منبع خیریه به ما نگاه نکنن، بنابراین کشوری هستن که بدخواه ما هستن. تصوری که ما داریم اینه که کشور خارجی، مدام این تکرار میشه در تاریخ ایران، منافع ملی و منافع راهبردی خودشون رو باید کنار بذارن و به ما لطف کنن، به قول عوام حال بدن و توجه هم نکنن که به سودشون هم بذارن. از اون طرف این نگاه یه نگاه مقابل ایجاد کرده که اصلا ما دور خودمون خط بکشیم، با دنیا ارتباط بشیم، خودمون به همه جا میتونیم برسیم، همیشه هم داشته باشیم. اگه اونا تفنگ مثلا کلاشنیکوف دارن، اگه برنو دارن، حالا از زمان قاجاری برنو دارن، ما تفنگ حسن موسا داریم که با لوله هنگ و اینا درست میکنیم و انشالله یه روزی میرسیم که از اونا بهتر میشه. این دوتا نگاه وقتی که بولد میشه، که البته در اون نگاه اولی و نگاه دومی هر دو پارهایی از حقیقت وجود داره، واقعیت وجود داره، بخشی از واقعیت وجود داره، ولی جدا سازیش یعنی فقط یکی رو دیدن بوده که پدر مملکت رو درآورده، یعنی فقط همه دیگران خوبن، ما بدترین کشورها و عقب افتاده‌ترین هستیم، فقط ما خوبیم، دیگران به هیچند. این دوتا نگاه وقتی که در کنار هم در تقابل با هم قرار میگیرن برای ما مشکل ایجاد کردن. در دوره قاجاری این نگاه شکل گرفته، یعنی غرب ستیزان و غرب ستایان مدام در تقابل با هم دیگه بودن و بعضیا اساسا معتقدن که توسعه به مفهوم غربیش یک دام و تله است، بعضیا معتقدن که اصلا ما راهی جز این کار نداریم که در اختیار دربس خودمون در اختیار دولت‌های غربی، قدرت‌های غربی بذاریم و تکنولوژی و دانش و تجربه اونها رو بگیریم و هیچ راهی هم نداریم، خودمون هم هیچی نداریم و اساسا از خود بیگانه بشیم، تجربه و دانش و پیشینه خودمون هم نادیده بگیریم. این تقابل فرهنگی و تقابل دیدگاه تو زندگی ما تا همین امروز تاثیر گذاشت. آقای دکتر، فکر من به عنوان سوال تاریخی، یعنی تحلیل تاریخیش رو می‌خوام از سوالی بپرسم.
تو این دوگانه هایی که ایجاد می شده، به نظر شما رقابت بین خود قدرت ها، یعنی سمپات های قدرت ها تو ساخت قدرت، مثلا جریان هایی که گرایش به روسیه داشتن، روسوفیل بودن، یا جریان هایی که گرایش به بریتانیا داشتن، انگلوفیل بودن، خب اینا بالاخره بر سر این امتیازات با هم چالش میکردن، علیه این امتیازات تبلیغ میکردن. حالا نمونه بارزش رو مثلا ما در دوران ملی شدن نفت داریم دیگه، که مثلا حزب توده همزمان از نفت، امتیاز نفت شمال به شوروی حمایت میکنه، اما در علیه انگلستان در مسئله ملی شدن نفت موضع میگیره. میخوام بگم به نظر شما خود همین یه پدیده برونزا نیست؟ یعنی رقابت بین قدرت ها باعث می شده که این دوگانگی ها، این در واقع تضادی که الان جناب عالی توضیح دادید، در این مسیر توسعه ایران، یعنی سفیدی و سیاهی که ایجاد شد، ما نرسیدیم به اون بستر متعادل، خودش ناشی از رقابت های بیرونی بوده که بر سر ایران شکل می گرفته. ببینید، ما یه تعریف و تعبیر دقیق و عمیقی از منافع راهبردی ملی نداشتیم و نداریم. چون این تعریف و تعبیر عمیق وجود نداره، خیلی سخته بخوام خط کشی کنیم ببینیم کسانی که طرفدار دلبستگی 100% به قدرت‌های خارجی بودند، حالا چه غربی چه شرقی، یا کسانی که خواهان مقابله مدام با اینها بودند، اینها یا با نیت خالص و با اعتقاد و اعتقاد عمیق شخصی به این نچستن، یا خواسته یا ناخواسته مستقیم یا غیر مستقیم دست نشانده منویات دیگران بودند. یعنی این خط کشیش همیشه راحت نیست، گاهی اوقات میشه البته سند و مدرک و رد پای پیدا کرد، ولی من میخوام بگم خروجیش یکیه. یعنی فرقی نمیکنه در که شما بفهمید که این نفر خائن بوده یا نادان بوده، نتیجهش برای سرنوشت کشور خیلی فرق نداشته. طبیعی است که شما تو تاریخ میبینید این رقابت های خارجی ها با هم، به خصوص در دوره قاجاری روس و انگلیس در ایران، طبیعتا این نگاه یه بخشش از منافع و مطامع اونا برمی‌خیزه. حتی شما در دوره هایی که روابط روسیه با بریتانیا و با امریکا حتی خوب بودن، میبینین رقابت ها وجود داره. در اوج فرض کنید جنگ جهانی اول که متحد هم دیدن بودن روسا و انگلیس ها، یا در جنگ جهانی دوم که هر سه کشور متحد بودن، در اوج این دوران هم میبینید که اینا رقابت بر سر منابع و مطامع خودش تو ایران دارن. اینا قطع نمیکنن، نه تنها روسیه با اون دو کشور، بلکه امریکا و انگلیس با هم دیگه، یعنی اینا حتی اونا با هم دارن و کتمان هم نمیکنن. بخشی از تاریخ دو کشور روابط راهبردی یا ناگسستنی دائمی با هم دارن و قبول دارن، ولی ضمن رقابت برای کسب منابع قدرت و منابع اقتصادی رو دارن با هم. تا اینجای کارم به نظر من اگر ایران درست بازی میکرد، یعنی انتخاب احسن رو میکرد، یا ترکیبی یا احسن یا جداگانه، مثل همه کشورهای دنیا که این کار رو خب طبیعتا بعضن کردن، اشکالی نداشت. اشکال قضیه وقتیه که افرادی پیدا میشن که همونطور که به درستی شما فرمودین و نکته مهمی هم هست، که به افرادی به نام دفاع از دین، دفاع از ملت و مملکت و به نام دفاع از پادشاه و منافع ملی اون چیز رو انجام میدن و توجیه میکنن که در جهت یکی یا چند تا از این قدرت‌های بزرگه، و شما نمیتونید قشنگ تشخیص بدین، درست تشخیص بدین که این در واقع داره برای خودش میزنه یا برای منافع مملکت. این منفعت طلبی ها گاهی در لباس مملکت دوستی و دین دوستی و به اصطلاح پادشاه دوستی ظاهر شده و در واقع داره آب با آسیاب یکی یا چند تا از این قدرت‌ها میریزه، و در واقع سخت هم هست یه نفر این وسط بیاد بگه که آقا این کاری که تو میکنی ظاهرش مثلا خیرخواهان است، ولی در عمل داره در دراز مدت ضرر میزنه. دو تا مشکل اینجا ایجاد میشه توی این نوع نگاه. یه یعنی مشکل اول اینه که معمولا کسانی که منافع کوتاه مدت رو میخوان ترجیح بدن به منافع راهبردی، دستشون پرتره برای یه تثبیت اثبات ادعاشون، یعنی در حال رو به پادشاه یا سیاستمداران نشون میدن که اگر این مثلا این روند انجام بشه در کوتاه مدت چه لطماتی میخوره یا در حال حاضر، ولی چون تصویر و تصوری از منافع راهبردی وجود نداشته و این برنامه به اصطلاح استراتژیک توسعه مفهومی نداشته در ایران، سخت بوده برای طرفداران توسعه راهبردی که بیان نشون بدن که روش اونها و منش اونها و بینش اونها
در دراز مدت چه منافع بیشتر و سرشارتری رو میتونه انجام بده. بنابراین من همیشه اونایی که در حال زندگی کردن و دنبال منافع کوتاه مدت بودن بیشتر حالا همیشه نمیگم بیشتر اوقات برنده بودن. و نکته فاجعه بارتر اینه که در گاهی اوقات شرایطی پیش اومده که این قدرت های بزرگ بر سر موضوعاتی به خصوص مثلا در قراردادهایی که با هم داشتن مثل قرارداد 1907 برای تقسیم ایران با هم متحد شدن، یا در جریان رکودت 1932 آمریکا و بریتانیا با هم متحد شدن. اون وقتی که دیگه اساسا دیگه ایران آشمز میشه و در واقع هیچ گریزگاهی هم دیگه نداره، همون چیزی که ایرج میرزام در مورد میسیون آمریکایی و ملسپور ماموریت اولش میگه از صلح میان گربه و موش بر باد رود دکان بقال.